به احتمال زیاد شما همین جمله را بارها شنیده اید که صنعت خودروسازی در ایران و کره جنوبی با هم آغاز شده، ولی امروز پیشرفت کره جنوبی در این زمینه قابل مقایسه با ایران نیست. اما کسی تا به حال به این پرسش پاسخ نداده که مسیری که ایران و کره جنوبی در خودروسازی طی کرده اند چه تفاوتی با هم داشته و چرا آنها توانستند سهمی از بازار جهانی خودرو را در اختیار بگیرند و ما هنوز فاصله زیادی با آنها داریم. این مجموعه با هدف پاسخ به این پرسش تولید شده. سال 1352 بعد از آغاز جنگ میان مصر و اسرائیل، اعراب حاشیه خلیج فارس برای فشار به کشورهای غربی حامی اسرائیل شیرهای نفت را به روی غرب بستند. این اتفاق باعث بالا رفتن یک باره قیمت نفت شد و درآمد نفتی ایران که حاضر نشده بود با تصمیم کشورهای عربی همراهی کند را به شدت افزایش داد. تزریق این درآمد نفتی سرشار به جامعه باعث شد تا تقاضا برای خرید خودرو در کشور افزایش پیدا کند. دولت هویدا هم واردات خودرو را تسهیل کرد و اجازه داد که علارغم وجود کارخانه‌های تولید خودرو در کشور، بیش از 50% بازار کشور با واردات تأمین شود. اما در کره جنوبی همچنان واردات خودرو ممنوع بود و دولت این کشور که با اجرای بخش دوم سیاست‌هایش توانسته بود تا اندازه‌ای قطع سازان این کشور را تقویت کند، اجرای بخش سوم سیاست‌های حمایتی‌اش را آغاز کرد. بر طبق سیاست‌های جدید، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای برای شرکت‌هایی که بتوانند خودروی ملی در داخل کره بسازند در نظر گرفت. شاید بتوان گفت که آغاز رشد خودروسازی در کره جنوبی و تفاوت آن با خودروسازی در ایران از این مرحله شروع شد.구체적인 사양과 뭐 디자인이라든지 이런 것까지 이제 정부에서 다 이렇게 디파인을 해가지고 그렇게 해서 이제 그 기업들한테다가 شرکت هیوندای موتورز اولین شرکتی بود که برنامه ریزی برای تولید خودروی ملی را در کره آغاز کرد. اما هیوندایی می دانست که علارغم تجربیاتی که با مونتاژ اتومبیل های فورد کسب کرده، اما هنوز از نظر توان مهندسی امکان ساخت یک خودرو را ندارد. به همین خاطر به این فکر افتاد که برای مدیریت این پروژه یک مدیر خارجی که در صنعت خودرو تجربه دارد را استخدام کند. هیوندای موفق شد با یک پیشنهاد مالی خوب جورج ترامبول را راضی کند که مسئولیت مدیریت این پروژه را بر عهده بگیرد. 2 million mini in company with some of those who helped make the pint-sized people car into an international achievement. As it came off the production line, British Leyland's general manager George Turnbull and newly knighted Sir Alec Issigonis, designer of the mini, drove it into motoring history as the first British car ever to have passed the incredible production figure.
جورج ترامبل عضو هیئت مدیره شرکت بریتیش لیلند انگلستان بود و مدیریت اجرایی شرکت آستین موریس که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه لیلند بود را بر عهده داشت. او جدا از مشارکت در ساخت چند مدل از خودروهای شرکت لیلند، مدیریت پروژه ساخت یکی از خودروهای شرکت موریس به نام مارینا را بر عهده داشت. در زمانی که هیوندایی پیشنهاد همکاری به ترامبل داد، شرکت بریتیش لیلند با مشکلات مالی ناشی از بحران نفتی سال 1973 دست و پنجه نرم می‌کرد. جورج ترامبل توانست موافقت 5 نفر از مهندسان شرکت موریس را هم برای همراهی با خودش جلب کند و آنها را هم با خود به کره ببرد. کنت بارنت طراح بدنه، جان سیمسون، ادوارد چاپمن و جان کراست وایت طراحان شاسی و پیتر سالتر مدیر پروژه مهندسانی بودند که به همراه جورج ترامبل به شرکت هیوندایی پیوستند. حضور این مهندسان برجسته خودروسازی انگلستان در شرکت هیوندایی باعث شد تا دو بانک فرانسوئز و براسیلز بانک قانع شوند که بابت این پروژه به هیوندایی وام بدهند. 굉장히 무모한 일을 하고 있다고 이렇게 그 비판을 했음에도 불구하고 그때 당시 이제 그 현대자동차의 그 정종인 회장이 그런 투자를 결정하고 실질적으로 이제 그걸 만들어낸 그런 형태. 그때 당시 이제 그 GM의 그 수석 부사장으로 와 있던 분이 그냥 단연하게 저거는 뭐 망할 수밖에 없는 그런 프로젝터라고 얘기를 했음에도 불구하고 하여튼 그걸 이제 그 리스크를 무릅쓰고 그런 투자를 했던 것이 이제 한국 자동산업을 هیوندایی طراحی این خودرو را به جیورجتو جیوجیارو سپرد. جیوجیارو مالک شرکت ایتال دیزاین، یکی از مشهورترین طراحان صنعتی جهان بوده و هست و برای طراحی خودروهای شاخصی همچون لامبورگینی و فراری جوایز متعددی برنده شده. هیوندایی برای تأمین قوای محرکه این اتومبیل به سراغ میتسوبیشی رفت و این شرکت ژاپنی موافقت کرد تا یکی از موتورهای تولیدیش را روی این خودرو قرار دهد. برخی از قسمت‌های تریم داخلی آن هم از فورد کورتینا برداشته شد. شرکت هیوندایی نام پانی را برای اولین خودروی تولیدیش برگزید و در نمایشگاه خودروی تورین ایتالیا از آن رونمایی شد. هونی 자동차의 성공이 이제 전반적인 한국 자동차 산업의 그 지금까지 어떤 발전을 그 이룩하는 이제 근간이 됐다고 볼 수 있는 거고. 그래서 이제 그 이전까지 이제 한국 정부가 그 자동차 업체들한테 계속적으로 자동차 부품을 국산화하라고 요구를 했음에도 불구하고 국산화율이 50%도 안 되는 그런 상황이었는데 با مدیریت خوب مهندسان انگلیسی اجرای پروژه طراحی و ساخت هیوندایی پانی تنها یک سال طول کشید و تولید انبوه این خودرو در آذر ماه 1354 در کارخانه های هیوندایی آغاز شد. در این مقطع دولت ایران در تلاش بود تا طرفهای خارجی را برای مشارکت در بومیسازی صنایع خودروسازی ایران جلب کند. اما شاه بلند پروازتر از کره‌ای‌ها بود و ایده خرید بخشی از شرکت‌های خودروسازی جهانی را پیگیری می‌کرد. علل خصوص که درآمد نفتی ایران 6 برابر شده بود و به دلیل بحران نفتی در غرب عمده شرکت‌های صنعتی جهان با بحران شدید مالی مواجه شده بودند. شاه ابتدا برای خرید بخشی از سهام فولکس واگن قدم پیش گذاشت، اما مالکان فولکس روی خوشی به او نشان ندادند. او سپس به سراغ شرکت دایملر بنز رفت و تقریباً بر خرید 30% از سهام این شرکت به توافق رسید. اما از آنجا که با خرید 30% از سهام مرسدس بنز عملاً مدیریت از کنترل آلمانی‌ها خارج می‌شد،
دولت آلمان با کمک مالی به شرکت بنز بحران مالی آن را رفع کرد و مانع فروش سهام شرکت به شاه شد. شاه به عوض شرکت‌های خودروساز 30% از سهام شرکت صنایع فلزی تیسن کروپ آلمان را خرید. در حقیقت در شرایطی که ایران می توانست به راحتی تجربه کره جنوبی را تکرار کند و تکنولوژی ساخت خودرو را به داخل کشور منتقل کند، با بلند پروازی شاه این تجربه ناموفق ماند. در این مقطع آلفرد آیسه، فرزند مالک شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن که در کنار پدرش این شرکت را اداره می کرد، سخت به دنبال خودروی جدیدی بود که در ایران تولید کند. با اینکه استقبال از یان خوب بود، اما تولید خودرویی که 25 سال از معرفی آن می گذشت، نمی توانست در مقابل رقبایی که هر روز وارد بازار ایران می شدند، دوام بیاورد. آیسه در نمایشگاه خودروی سوئیس با شرکت رنو مذاکره کرد و توانست موافقت آنها را برای تولید رنو 5 در ایران جلب کند. رنو 5 یک هاچبک خانوادگی با موتور 950 سیسی و بسیار کم مصرف بود. جیان همش دستی بود، گاری بود، همش دستی بود. جناقی بودش، باید هول می دادن. ولی قسمت رنو رو وقتی که افتتاح کردن کاموایر بود، کاموایرهای هوایی اتومات بود. رنو رو سال 55 آوردن، شروع کردن باز به پرسنل گرفتن که تقریبا رسید به 1200 تا 1300 تا. با آغاز تولید رنو 5، آیسه کلمه سیتروئن را از انتهای نام شرکت خود حذف کرد و نام این شرکت را به شرکت ایرانی تولید اتومبیل تغییر داد که مخفف فرانسوی آن سایپا خوانده میشد. وقتی تولید رنو اومد، اینا یکی از قراردادهاشون بود که مدیریت با 51-49 باشه، با فرانسوی ها باشه مدیریت، یعنی مدیر عامل و مدیر سلا کارخونه و مدیر تولید اینا همه فرانسوی بودن دیگه. بعد پرسنل های مهندسه ایرانی با اینا کار بکردن. رایزنی های دولت ایران با شرکت های خودروسازی جهانی با اسیوتا جنرال موتور که به دلیل بحران نفتی در غرب تولیدات پرمصرفش به فروش نمی رفت، اجازه تولید محصولات اصلیش را در شرکت جنرال موتور ایران بدهد. با توقف تولید شولت رویال در ایران، تولید نسل چهارم شوی 2 که شرکت شولت نام نووا را روی آن گذاشته بود، آغاز شد. جدا از این، یک مدل از محصولات شرکت بیوک به نام بیوک اسکایلارک هم در خط مونتاژ شرکت جنرال موتور ایران قرار گرفت. این مدل بیوک بر اساس پلتفرم شولت نووا ساخته شده بود، اما از موتور قوی تری و امکانات رفاهی بیشتری برخوردار بود. اکثر مهندسای تحصیل‌کرده ایرانی که در امریکا بودن اومدن اونجا، حدود 60 تا مهندس اومدن و کنترل کیفی قوی رو به کار بردن که واقعا در سطح عالی ماشین تولید میشد. The 1979 Seville's class of luxury retains the high level of features that have come to be taken for granted as Seville standards. Such items as the tilt and telescope steering wheel, which enables the Seville driver to custom fit the car for his or her comfort. The 50-50 dual comfort front seat with six-way power adjustment on the driver's side and for the passenger side, two-way power adjustment. The new dual spot map lights and dome light. The illuminated entry system that, at the touch of the door handle button, lights up the interior and illuminates the key slot. Or such other items as Twilight Sentinel, controlled cycle wiper system, or power trunk lock release and pull down.
مدت کوتاهی بعد تولید کادیلاک سویل هم به این دو خودرو اضافه شد. این خودرو که با نام کادیلاک ایران عرضه شد، از راحت ترین و لوکس ترین اتومبیل های جهان در آن مقطع بود و با موتور 8 سیلندر و جعبه دنده هوشمند و بسیاری از امکانات رفاهی به خوبی با محصولات لوکس مرسدس بنز رقابت می کرد. Honey의 수출이 본격화되고 있습니다. 1976년 중동에 처음 수출된 이래 중남미, 아프리카는 물론 در همین زمان که مسئولان ایرانی از مونتاژ خودروهای لوکس آمریکایی شاد بودند، شرکت هیوندایی کره سخت به دنبال گسترش بازار صادراتی پانی بود تا بتواند هزینه‌ای که برای اجرای این پروژه کرده را بازگرداند. هیوندایی توانست این خودرو را به اکوادور، کولومبیا، آرژانتین، مصر و برخی کشورهای آفریقایی صادر کند. اما علارغم بازار صادراتی، هنوز این خودرو به سوددهی نرسیده بود و هیوندایی به همکاریش با فورد برای مونتاژ خودروهای این شرکت در کره ادامه می‌داد. طی این مدت در میان شرکای شرکت جنرال موتور کره اختلاف افتاد. جنرال موتور آمریکا سهم شرکت شینجین را از او خرید و نام شرکت را به ساهان موتور تغییر داد. این شرکت مونتاژ دو مدل از خودروهای اوپل را با نام ساهان رکورد آغاز کرد. شرکت شینجین هم با مشارکت شرکت امریکن موتور شرکت جدیدی به نام شینجین جیپ تأسیس کرد تا خودروهای جیپ را در کره تولید کند. 80년대 말까지만 해도 그 우리나라 자동차 업체들은 사실 어떻게 보면 정부의 어떤 내수 보호, 내수 산업 보호 정책에 의해서 어떤 그런 틀 안에서 많이 발전을 해 왔습니다. 그러다 보니까는 사실 소비자들을 위한 어떤 마케팅이라든가 또 아니면 판촉 전략이라든가 이런 부분에서 상대적으로 좀 소홀했습니다. 그 애프터 서비스도 마찬가지였고요. در سال 1355 جورج ترامبول با مسئولان کمپانی هیوندای موتورز اختلاف پیدا کرد. او از زمانی که مدیریت ساخت اولین خودروی ملی این شرکت یعنی هیوندای پانی را بر عهده گرفت، در سمت قائم مقام این شرکت کره‌ای مشغول کار شده بود. حالا بعد از 3 سال همکاری تصمیم به ترک کره گرفت. او از 2 شرکت پیشنهاد همکاری دریافت کرد. یکی شرکت سابقش بریتیش لیلند که توانسته بود در این مدت بخشی از مشکلات مالیش را حل کند، و یکی هم شرکت ایران ناسیونال که میخواست با فرمولی شبیه هیوندایی پروژه خودروی ملی را اجرا کند. جورج ترامبال پیشنهاد محمود خیامی را پذیرفت و به ایران آمد. او پس از بررسی اولیه امکانات موجود اعلام کرد که به دلیل ضعف قطع سازان ایرانی به نسبت کره‌ای‌ها در حال حاضر امکان اجرای پروژه خودروی ملی در ایران وجود ندارد. قرار شد ایران ناسیونال تولید یک اتومبیل بروزتر از پیکان را در ایران آغاز کند و در یک دوره زمانی قطع سازان ایرانی را تقویت کند. خیامی با شرکت پژو فرانسه وارد مذاکره شد و قرار شد تا 30,000 خودروی پژو 305 در ایران مونتاژ شود. پژو 305 یک خودروی سدان خانوادگی کم مصرف با موتور 1300 سیسی بود که در سال 1977 توسط شرکت پژو به بازار عرضه شده بود و در آن زمان خودروی روز محسوب می شد. 305 Noble, invencible y Peugeot. اما قبل از اجرای شدن این توافق، انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد و دوران حکومت پهلوی به پایان رسید.
از سال 1335 که نخستین شرکت خودروسازی در ایران بنیان گذاشته شد تا سال 1357 و سقوط حکومت پهلوی 11 شرکت خودروسازی در کشور بنا گذاشته شد که ماحصل فعالیتشان مونتاژ 652 هزار دستگاه انواع خودرو سواری، وانت، کامیون و اتوبوس بود. اعتصاب کارکنان شرکت نفت ایران باعث شد تا در سال 1357 قیمت جهانی نفت از 14 دلار به 37 دلار برسد و دومین شوک نفتی در جهان اتفاق افتاد. این بحران جهانی دامن صنایع سنگین کره جنوبی از جمله خودروسازی را هم گرفت. همزمان با این تحولات، پارک چون‌هی، رئیس جمهور کره جنوبی که معمار توسعه صنعتی در این کشور بود، هم توسط رئیس دستگاه امنیتی 1357 رشد اقتصادی کره جنوبی منفی شود و این کشور تورم 40% در شرایط پس از پیروزی انقلاب، شرکت‌های خودروسازی با بحران مالکیت مواجه شدند. بسیاری از مالکان این شرکت‌ها به دلیل ارتباط با دربار از کشور فرار کرده بودند و به دلیل فعالیت گروه‌های چریکی چپ در کارخانه‌ها این تصور برای کارگران به وجود آمده بود که وقت آن است که حق خود را از مالکان کارخانه‌ها بگیرند. اگر یه سرپرستی، یه رئیسی مرخصی به یه کارگر نداده بود، میگفت اعدام باید گردد، اخراج باید گردد. اصلا وضعیت طوری ریخت به هم که هر که از کسی خوشش نمیومد میگفت باید بره از کارخونه بیرون. خیلی ها به همین چیز از کارخونه اصلا اخراج شدن، رفتن اونهایی که در رأس امور بودن. افتاد دست یک عده. اینا اومدن شورایی عمل کردن کارگرا، گفتن از تو خودمون نفر انتخاب بکنیم بذاریم کار بکنه. اونی هم که انتخاب میکردن حرفشو نمیخوندن، کار نمیکردن. در این شرایط دولت مهندس بازرگان چند ماه پس از پیروزی انقلاب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را تصویب کرد. بر اساس این قانون کلیه اموال 51 نفر از سرمایه‌داران قبل از انقلاب به مالکیت دولت درآمد. نام مالکان شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند جعفر اخوان و محمود خیامی هم در میان این 51 نفر بود. جدا از این، خانواده آیسه که مالک شرکت سایپا بودند هم با اینکه اموالشان از طرف دولت مصادره نشده بود، اما به دلیل وام‌های کلانی که قبل از انقلاب گرفته بودند، ترجیح دادند که این شرکت‌ها را رها کرده و کشور را ترک کنند. تا نزدیکای اون 20 بهمن تقریبا بودن. میخوام بگم مهرم بودن، نزدیکای آبان هم بودن، میرفتن میبادن، میرفتن میبادن، ولی دیگه دیماه دیگه تقریبا رفتن دیگه. بعد از رفتن شاه و اینا دیگه تقریبا اونا اسکیس کردن باید برن، رفتن. دولت هم شرکت سایپا را به دلیل عدم بازپرداخت وام ها مصادره کرد. با این اتفاق تقریباً تمامی شرکت‌های خودروسازی موجود در کشور دولتی شدند.